معجزه. خیلی اینا با معجزه اشکال پیدا کردن سکولاریست ها. معجزه چیه؟ واسه کی معجزه است؟ شما وقتی هواپیما ندیدی، شمایی که نمیتونی یه فیت به پری بالا، برای خدا اولین باری که هواپیما دیدی نگفتی معجزه است؟ یا قمر بنی هاشم یا بهاءالله، ببین چه قدرتی، دست خدا بالاتر از جمیع دست هاست. دوباره معجزه بود برای اهل خرافات، معجزه بود. کسی که قوانین علمی رو نمیدونست معجزه بود. کسی که نیوتن رو نمیفهمید معجزه بود. کسی که الکترومگنتیک رو نمیفهمید معجزه بود. پس بنابراین اینو گفتم معجزه ای در عالم وجود نداره. معجزه فقط ناتوانی انسان رو میرسونه از قدرت های مکنونه در عالم امکان. اینه که اون چیزی که شما امروز دارین، جد شما فکر میکرد وا معجزه است. معجزه و پیشبینی رو زیاد دوست نداشتن سکولاریست ها. حالا گوش کنید، قدرت سکولاریست ها گفتن ببینی در اروپا، در ایران قدرت افتاد دست مذهبی، دست تشکیلات مذهبی، و بعد چی شد؟ خفقان. اول اومدن به اسم آزادی بیان، آزادی دین، آزادی این، آزادی اون، ولی به محض اینکه قدرت رو به دست گرفتن، اونها کردن آنچه را که ما بهش میگیم کنترل. سکولاریست ها گفتن که شما مذهبیون متوجه نیستین، شما نه قرآن رو دنبال میکنید، نه اقدس رو دنبال میکنید، نه تورات رو دنبال میکنید، نه انجیل رو، شما شاهزاده ماکیاولی رو دنبال میکنید. هدف وسیله رو توجیه میکنه. در اوائل انقلاب، در زمانی که در افغانستان، در پاکستان، در ایران نهضت های مذهبی اومدن، ما الان رکورد داریم از کسانی که اینا رو شروع کردن. آخه بابا، سکولاریسته میگه ای مسلمون، ای کلیمی، ای مسیحی، ای بهایی، چرا دو طرف دهنت حرف میزنی؟ ببین، من همه ادیان رو میگم که شما فکر نکنید من تعصب خاصی دارم. من میخوام شما پروسه ها رو بفهمید. آیا دینتون اجرا میشه یا نمیشه به من ربط نداره. خودتون اگه هوشیار باشین میتونین تفکیک کنین که هست یا نیست، و از همه مهمتر چه استراتژی هایی وجود داره، چه مکانیزم هایی وجود داره در دین شما، در آیین شما، که جلو این قدرت طلبی ها، کنترل ها رو میگیره. آیا سیستم فکری شما و تشکیلاتی شما طبقه بندیه؟ آیا شما هنوز برده و بنده اید؟ از همه مهمتر اعتقاد به خدا. اینا فکر کردن این دو کنه. آیا واقعا هست؟ من حالا کار به اون ندارم، ولی من به یه چیزی معتقدم. خدا به اون معنی که پیروان ادیان فهمیدن فقط یه اسباب بازی دست یه بچه یک ساله. من نمیخوام از یک سالم برم بالاتر. خدایی که خلق میکنه، آدم رو خلق میکنه، هوا رو خلق میکنه، خدایی که جهنم داره، خدایی که بهشت داره، خدایی که دست داره، خدایی که پا داره، خدایی که حرف میزنه، خدایی که میاد یه آدم پیر مردی رو انتخاب میکنه که بیچاره رفته دنبال بوزه بگرده، این خداست.
این خداست واقعا. اینا گفتن ما نمیخوایم. اینا بلخص با حرف نیچه خدا مرد. خدا مرده. کجا میری نیچه؟ میرم قبرستون خاکش کنم. چرا؟ چون تا اون خاکش نکنم آزادی فکر، آزادی وجدان پیدا نمی کنم. نیچه را بخون. نیچه خیلی خوبه، چون نشون میده به شما چرا اوضاع احوال امروز دنیا داره به سمت سکولاریسم، جدایی میره، لامذهبی میره. خدا یه پدیده‌ای بود که ابدا دیگه مورد قبول نمیتونست باشه. خدا خالقه، بسی فهمید یعنی چی. واسه همینه که الان بحث علیت در علم، در فلسفه، با کوانتوم فیزیک اصلا معانی مذهبی که ماها بهش عادت کردیم نداره. پس بنابراین اینا با خود خدا، مفهوم، معنیش، کارش، از کجا آمده، اومدنش بره چه بود. اگه همه ما رو اون خلق کرده، اونو که خلق کرده، آیا فویرباخ درست میگه؟ میگه نه بابا، خدا خلق نکرد ما رو، ما خدا رو خلق کردیم. نظر به ضعف فکریمون، نظر به احتیاجات روانیمون. دقت کنید خانم آقایون، میدونم اینا یه مقدار برای بعضی از شما بلخص در سنین بالا سنگین تمام میشه، ولی من هدفم شما نیستید. هدف من اون جوونیه در تهران که میخواد بفهمه چرا مردم به سمت لامذهبی میرن. من میخوام اون کسی که اندیش منده بفهمه که ما هم در دنیای حاضر، ما به همچین خدای مردهی معتقد نیستیم. اینا اعتقاد به بهشت و جهنم و فرشته و دوزخ و برزخ و عالم بعد. عالم بعد چیه؟ عالم بعد به نظر میاد جایی آدم های خوب میرن یه جای. اینا بچه بازی بود. سکولاریسم میگفتن بندازینش دور، بندازینش دور. جوهر مطلب هرچی تو این کتابا بود، اینا لغوی که گرفتن پیروان مذهب، باعث شدن که مردم رشد فکریشون از دست بدن، کمک کرد به لامذهبی. دوم اخلاق خیلی خیلی از بین رفت با این ادیان. نه خود دین، شاید اونو باید تحقیق کرد. پیروان ادیان اکثرا آدم های درود، اکثرا ظاهر باطنشون نمیخوند، تا جایی که کسانی مثل باب الله، رسول الله، بها الله میگفتن دو نفس یافت نمیشود که در ظاهر و باطن متحد باشند. تا جایی که میگه کافر باش و ماکر نباش، در میخانه وارد شد و در کوچه یه تزویر مرو. ببینی اینا بود آدمایی بودن که حرف میزدن، حرفاشون به خاطر اعتقادشون بود نه به خاطر انسانیتشون. انسان محور نبودن، اعتقاد محور بودن. ما چون خدا گفته، تشکیلاتمون گفته به تو اگه زهر بدی شهد میدیم، سر ماری رام نمیکوبیم، ولی بدون من داخل وجودم میخوام سر به تنت نباشه. ولی چی کار کنم دیگه، اعتقاداتم میگه باید به تو مهربون باشم. این درویی اخلاق رو از بین برد، اخلاق رو شرطی کرد. سکولاریسم اینا معتقد شدن نه، ما انسانهای با وجدان میخوایم تربیت کنیم، انسانهایی که محور تمام اعمالشون فقط انسانیت باشه.